وقتتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما در تعقیب دیبیت های قبلی که در راستای اعلان این حکم بود که سپاه پاسداران نه موجودیت قانونی دارد نه مشروعیت انقلابی، دیبیت های خودمون رو ادامه میدیم برای اثبات این موضوع. اهمیت و مهمی این دیبیت ها که براترین شمشیر دست مردمان سرزمین ما میتواند باشد در نابودی اشغالگران، که ما بفهمیم در خانشی که از طرف مقابل داریم چه چیزی را بررسی میکنیم. نقش یک فرمانده این است که موقعیت دشمن را بررسی کند، به همین خاطر سعی میکنه که جواسیسی در صفوف دشمن داشته باشه، سعی میکنه کسایی رو برای شناسایی خطوط دشمن بفرسته، سعی میکنه نوع تجهیزات، سلاح، تعداد نفرات دشمن رو بدونه، سعی میکنه با فرستادن نفوذی هایی که در سپاه دشمن قرار داده اطلاعات ریز و درشت تحرکات دشمن را بداند، سعی میکنه که در صفوف سربازان دشمن جنگ روانی بپا بکنه و اراده جنگیدن رو در اونها سست بکنه. خب این نقش یک فرمانده. یک فرمانده توانا این کارها رو میکنه که میتونه فتوحات بزرگی رو به ارمغان بیاره که اکثریت شماها تا حدودی با این اصول آشنا هستید. پس اینی که شما دشمنی رو که باش دست به یقه میشید، دشمنی رو که گریزی از روبرویی با اون نیست رو بایستی مورد مطالعه قرار داده باشید تا بتونید با کمترین هزینه بیشترین دستاورد رو به دست بیارید. تمام ماهایی که تحت اداره دولت آنوسی ایرانی هستیم تا مقاطعی پدیده ها رو عادی می دانستیم، بعد از مدتی هر کدام از ماها به واسطه بدی حالی که دوچار من می شد به این نقطه رسیدیم که با این حاکمیت بایستی در افتاد یا این حاکمیت روزگار ما را بد کرده است. اما اینی که ما توانش رو نداریم که در مقابل این حاکمیت بیستیم یا اصولا نمیدونیم که چرا حالمون بده، برمیگرده به این که ما توان تشخیص و بررسی دشمن رو نداریم و این باعث میشه که ما هزینه های گزافی پرداخت بکنیم و نتونیم درست با دشمن خود روبرو بشیم. حالا بذارید من از مثالهای ساده‌ای آغاز بکنم. شما بارهای بار دیدید و شنیدید حتی در روابط فیما بین دوتا زوج که یک نفر از این زوجین در کوران زندگی یواش یواش خیلی چیزها رو قبول میکنه، مثلا به خاطر اینکه بتونه زندگی رو حفظ بکنه و جایگاه خودشو به عنوان شوهر یا زن حفظ بکنه، خیلی از اتهاماتی که برش وارد میشه رو قبول میکنه، مثلا اینکه تنبله، مثلا اینکه کمکاره، مثلا اینکه آشپزیش خوب نیست، مثلا اینکه مرد زندگی مثل دیگران نیست، درآمدش کمه، فلان رفتارش بده، سال روز تولد یادش نیست، آدم فراموشکاریه، بازیگوشه، رفیق باز، همین ها را قبول میکنه. ولی وقتی به یک اتهام بزرگی میرسه که این اتهام باعث از هم پاشیدگی و از دست رفتن موقعیت زندگیش میشه، در مقابل شما یک موضع سفت و سخت میگیره. مثلا این که بهش، اگه خانم باشه بهش بگی که شما خیانت کردی،
اگه آقا باشه بگی که خیانت کردی. این نوع از اتهام اتهامات بسیار سنگینیه، ته این اتهام ماندگاریه، خانواده رو در پی نداره، به همین خاطر شما با یک واکنش بنیادی تر روبرو میشی، یا طرف در لاک دفاعی فرو میره و میخواد ثابت بکنه که این خیانت رو نکرده، یا طرف از یک منظر بسیار تهاجمی با مسئله برخورد میکنه. حالا من نمونه های دیگر رو مطرح میکنم که ما بیشتر این فضا رو درک بکنیم. ببینید، همین سر و بند پندمی کرونا، دوستی نقل میکرد که در کرمانشاه پیرمردی اومده بود بانک و ایشون مجبور شد چند سرفه بکنه و تمام مردمانی که تو بانک بودن از این آقا فاصله گرفتن. پیرمرد از فاصله‌ای که دیگران ازش گرفتن پاسخ داد که من دیشب تریاک کشیدم، کرونا ندارم. خب این به شما چه چیز میگه؟ اینه که کسی حاضر باشه به خودش اعتیاد به یک ماده مخدر رو به نام تریاک نسبت بده، بسیار بهتر از اینیه که موجی از یک مریضی وحشتناک به نام کرونایی که عامل مرگ همگی میشه و باعث میشه دیگران ناقا رو به طور کلی ترک بکنن، بهتر از داشتن کرونا است. چون این آقا کلن ترد میشه و امکان داره باش برخوردهای بسیار شدیدی بکنن، لذا اعتیاد رو به جان میخره تا ترد شدگی رو نداشته باشه. خب اگه ما اینها رو فهمیدیم، وقت به مثال بزرگتر برمیگردیم. سپاه پاسداران خودش به مردم یاد میده که سپاه پول مردم ایران رو میبره و در لبنان و فلسطین و یمن و عراق و افغانستان و اینجور جاها خرج میکنه و این عامل فقره. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. سپاه خودش یاد میده به دیگران از طریق علیرضا نوریزاده و از طریق سازگارا و از طریق وایس آف امریکا و از طریق بی بی سی به دیگران یاد میده که سپاه پاسداران یک اختاپوس اقتصادی است، داره تمامی شبکه های و رگه های اقتصادی جامعه رو میبلعه و سپاه یک نیروی نظامیه و نباید در امور اقتصادی دخالت بکنه. بعد شما میبینید برمیگردن میگن که سپاه پاسداران در تمامی دستگاه های حاکمیتی و سیاسی نفوذ کرده و سپاه پاسداران یک نیروی نظامیه، نبایستی دخالت بکنه، کار او حفظ امنیت مرزهای کشوره و نبایستی دخالت بکنه در سیاست. خب یک سپاهی وقتی با شما مواجه میشه همین اتهامات رو قبول میکنه، من میخنده. بعضی مواقع اولا عدهشون که اصلا کلن تو رو چه میدونم نادیده میگیرن، یا عدهشون سعی میکنن با تو باب گفتگو رو باز بکنن و سعی میکنن از مقوله امنیت ملی، از عمق استراتژیک، از بودجه امنیتی صحبت کنن. مثلا میگه که خب ایران اگر 20 میلیارد دلار درآمد داشته باشه در سال، به عنوان یک کشور احتیاج به 2 میلیارد بودجه دفاعی داره. این بودجه دفاعی رو ما میتونیم هزینه بکنیم برای ارتش، به تجهیزات ارتش، به روز کردن تجهیزات ارتش و نیروهای مسلح، و بخشی از اینو ما میتونیم مثلا که داریم برای بازوهای نیابتی خودمون خرج بکنیم که تأمین امنیت داخلی برای ما بکنه. اینا جزء بودجه های امنیتیه و شما نمیتونید مورد پرسش واقع بکنید، همه جای دنیا اینطوریه. خب میبینید اینا پاسخهایی دارند. از اون جایی هم که ما توانی نداریم که در مقابل اینا بیستیم، اینا هر روز هیولاتر و بزرگتر و بزرگتر میشن، این حرفا رو یاد ما میدن و ما تکرار میکنیم و فکر میکنیم که حرفای خیلی بزرگی زدیم، حرفای زدیم که یک سپاهی رو به لرزه در میاره، در صورتی که اینطوری نیست.
ما هی داریم میگیم تو تنبلی، تو کار نمی کنی، تو آرایش نمی کنی، تو مواتشونه نمی کنی، تو مرد شلختهی هستی. خب همش داریم اینا رو میگیم، بهش نمیگیم تو خیانت کردی. اون همه اینها رو میپذیره، میگه حوصله نداشتم، میگه هموم نرفتم، میگه که دل دمق ندارم، میگه که فلان. اما چه چیز سپاه پاسداران رو وادار به سکوت میکنه؟ چه چیز سپاه پاسداران رو در ابژگی قرار میده؟ پرسش بنیادینی که سپاه پاسداران، راستی تو اینا رو از کجا آوردی؟ نه اینه که تو اینا رو داری و بد خرج میکنی و به ماها نمیدی و خیلی زور. راستی سپاه پاسداران، تو این زور تو از کجا آوردی؟ این اون پرسشیه که سپاه پاسداران ازش میترسه، چون تو وجود سپاه پاسداران رو مورد حمله قرار دادی. ببین، در اقلیم کردستان یک شخصی هست به نام ملا بختیار، در اتحادیه میهنیه. ملا بختیار خودش میاد میگه که در اقلیم کردستان فساده، دزدیه، رانته، خفقانه، سرکوبه. اما همین اقلیم کردستان اگر مورد تهدید حکومت مرکزی واقع بشه، من نفر اول در صف جبهه ها میروم و از این حکومت فاسد بی اراده رانتیر دفاع میکنم. همین خیلی دستاورد بزرگی من بایستی از دست بدیم. خب شما پی میبرید که اینجا حکومت اقلیم کردستان چه چیز برش میاندازد؟ نه فساد، نه رانت، نه گفتن این حرفا، نه در خیابان حضور پیدا کردن و شعار دادن که دزدی میشه اینجا. خودش داره بهت آدرس میده، شما اگر بخوای این جایگاه رو از من بگیری، من با تو برخورد میکنم. من قبول میکنم من رو کرسی قدرت نشستم، تو میتونی بگی که سیبیلات کجه، چرا بینید درازه، چرا همون نمیری، چرا سهم منو نمیدی، چرا من گشنمه. اما حق نداری بگی که تو از این تخت پیاده شو، حق نداری اینو به من بگی. اینو که به من بگی بسیار خطرناکه. اگه ما به این پی بردیم، اون وقت ما خواهیم فهمید چرا ما هیچ وقت نتونستیم ظرف 40 خورده‌ای سالی که این حاکمیت آنوسی داره از ما کشته میگیره، داره روح و وجود ما را به تاراج میبره، سرزمین رو به یغما برده، ما توان این رو نداریم در مقابل این درست حسابی وایسیم و همش کتک میخوریم. چرا ما همش کتک میخوریم؟ سپاه پاسداران ادعا میکند یک نیروی انقلابی است که آرمانهای یک انقلاب را تعقیب میکند. آرمانهای این انقلاب متبلور می شود در دوگانه مستکبر و مستضعف. جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم، برقراری حکومت مهدی تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. اینا انقلابیان چون طرفدار مستضعفین جهانن و در مقابل مستکبرین می ایستن و این اون رسالتشونه. اینه که یک جوجه سپاهی فکر میکنه به یک آرمان بزرگی متصله که رسالت نجات مستضعفان دنیا را بر عهده داره و انقلابیه و شما رو با این درهم میکوبه با آرمانش. ما میخواییم بدونیم سپاه پاسداران آرمان داره اصلا. خب قبل از اینکه آرمان داشته باشه، سپاه پاسداران بایستی یه موجودیت دیگه هم داشته باشه تا بتونه آرمان هم داشته باشه. ببینید، اینی که به زور میخوان ما رو ایرانی بکنند، ایران یک هویت قانونیه. اگر ما به همین تاریخ مراجعه بکنیم، ما یک چیزی داریم به اسم ممالک محروسه قاجار. یه تا زمانی که خاندان قاجار یا داینستی قاجار اینجا دارن حکومت میکنن و این مملکت
هیچ تعریف دولت ملتی ندارد، هیچ قانون اساسی ندارد. شخص پادشاه هر آنچه را که دلش میخواهد در این سرزمین میکند. احیانا این گونه است، ما این گونه فهمیدیم، این گونه به ما گفتند. بعد میگن در این سرزمین یک انقلابی میشود به خاطر اینکه ما آغاز عصر بیداری ما است، لذا عقلای قوم قیام میکنند، روشن فکرین و منور الفکرین به این نتیجه میرسند که ما با این گونه رفتارها در جهان امروز عقب مانده ایم و نمیتوانیم از زیر سلطه زورگویی کشورهایی که دارای سیستم و انستیتوهای مختلفی هستند نجات پیدا بکنیم. لذا ما بایستی بیایم کپی بکنیم سیستم و انستیتوهای دول استعمارگر رو. خب اولین اتفاقی که باید بیفته اینه، ما بایستی حکومت قانون در این سرزمین تعریف بکنیم. اینجاست که ایران با قانون متولد می شود و ما ها احیانا طبق قانون به تابعیت قلمرویی که این قانون درش اعمال میشه در می آییم. یعنی این قانون است که من رو احیانا با یک سیستانی، با یک مازندرانی احیانا هموطن میکنه، نه چیز دیگه ای، نه هیچ چیز دیگه ای. و این ایرانیت یک هویت قانونی است که متولد می شود در دستگاه های دولتی و دولت با بروکراسی، با بازار، با قانون و با اعمال قانون امورات این سرزمین را اداره می کند. اگر تا اینجا ما اینو فهمیدیم، از این به بعدم این حکومت هایی که می آیند ساز و کاری که قانون مشخص می کند این است که اینها مشروعیت خود را از آراء مردم می گیرند. به همین خاطر شما با ترم نوکر مردم روبرو هستی. یک رئیس جمهور می آید میگه ما نوکران مردمیم. یک کارمند دولت، یک مدیر بلند پایه میاد میگه ما نوکران مردمیم، ما خدمتگزاران مردمیم. چرا؟ چه چیزی به من این قدرت رو میده که من فلان اعمال قدرت رو بکنم؟ اینی که این قدرت رو مردم به من تفویض کردن که من با تطبیق دادن قوانین و اجرای قوانینی که احیانا از اراده این مردم خارج شده به این مشروعیت رسیدم. خب سپاه پاسداران چگونه با دیگران برخورد میکنه؟ میگه که من یک نیروی نظامیم که پاسداری از مرزهای کشور، پاسداری از نظام جمهوری اسلامی که از اراده مردم در پس یک انقلاب مردمی به رهبریت رهبر بلا منازع کاریزماتیک آیت الله خمینی به دست آورده ام، امروز قانونن حق دارم که از تمامیت ارضی، از کلیت نظام دفاع بکنم. سپاه پاسداران این رو میگه. به همین خاطر شما اگر بخوای مثلا غیر قانونی به این مملکت نفوذ بکنی تو رو میکشه، میگه این تروریست. همه هم میگن بله این تروریسته و سپاه پاسداران حق داره دفاع بکنه و سپاه پاسداران بایستی دفاع بکنه. اینا همش بر اساس مشروعیتیه که سپاه پاسداران از قانون میگیره. ببینید سپاه پاسداران نمیاد سردار سلامی رو بفرسته در تلویزیون، سردار سلامی به مردم بگه خب که چه، اصلا ما مشروعیت موجودیت قانونی نداریم، اصلا ما موجودیت مشروعیت انقلابی هم نداریم، گردنمون کلفته، اسلحه بسیار داریم، 3-4 میلیون کارمند در بخشای مختلف اقتصادی داریم، یک هیولای بزرگیم، آش خالص میخوره پاته نمیخوری پاته، هر کی مرد بیاد این قدرت از ما بگیره. سپاه پاسداران رو نمیگه. ما میخوایم سپاه پاسداران بیاد در تلویزیون سردار سلامیش بگه خب که چه، ما گردن کلفتیم، زورمون میرسه، میخوایم این کارو بکنیم. ما میخوایم سپاه پاسداران این کارو بکنن. اون وقت مردم میمانند و این قلدری سپاه.
مردم میمانند و این اشغالگران اسلحه به دستی که دارن مردم رو تاراج میکنن. حالا ما برای اینکه سلامی را به اینجا برسانیم بایستی یک سری کارها بکنیم، ثابت بکنیم که سپاه پاسداران موجودیت قانونی ندارد. 57 انقلاب نیست، خمینی رهبر کاریزماتیک این انقلاب نیست، هیچ مردمی هم در پس دانسته های ایده های خمینی تحت فرمان خمینی و اندیشه های خمینی در خیابان نیامده است که انقلابی بکند که محتوا دارد و او آگاه است بر این محتوا. اگه ما این ثابت کردیم تمام موجودیت دولت یهود آنوسی جمهوری اسلامی به طور مطلق نابود می شود. اینی که ما بگیم آره اینا مشروعیت ندارن، اینا حرفای صدمنی غازه، به خاطر اینکه ما باور نداریم به این گفتهی که میگیم، یه پروپاگانداست، همینطوری گفتن، ما دلایلی نداریم این حرفو بزنیم طرف با ما برخورد میکنه و ما چیزی برای گفتن نداریم. به همین خاطر ما با ادله ثابت میکنیم اینها نه موجودیت قانونی دارند نه مشروعیت انقلابی. اون وقت طرف مقابل وقتی به این ایمان میرسد، دیگر سپاه پاسداران در مقابلش در وضعیت سوژگی قرار ندارد، بلکه سپاه تبدیل به ابژه او می شود. حالا ما می خواهیم اینو بررسی بکنیم. در دیبیت های گذشته فراز هایی رو از این دنبال کردیم، امشب هم سعی می کنیم از زاویه دیگری این مطلب رو تعقیب بکنیم. یه چیز دیگه هم هست و اون این که حالا این رو بعدا مطرح میکنم. من این یکی از اون دلایلی که بایستی فعلا مستتر بماند. خب ما میخواییم بدونیم آنچه در 22 بهمن 57 اتفاق افتاد خلأ قدرت بود، انقلاب بود و خلأ قدرت ایجاد شد. خلأ قدرت به شرایطی میگن که ساز و کارهای یک حاکمیت کار نمی کند، مؤسساتش کار نمی کند، قانونش و نیروهای اعمال قانونش کار نمی کند. به این میگن خلأ قدرت. 15 بهمن 1357 خمینی فرمان تشکیل دولت موقت را به آقای بازرگان میده که من تحلیل کردم. در این زمان شاهپور بختیار، کابینه قانونی شاهپور بختیار داره حکومت میکنه. شما دولت اندر دولت میسازید، یک ثانیه خلأ بی دولتی ایجاد نمیشود. یعنی دولت بازرگان هست، دولت بختیار هم هست. 22 بهمن 57 ارتش اعلام بیطرفی میکند، دولت بختیار زمین میخوره، دولت موقت کار خودش آغاز میکنه. اینجا هیچ خلأ قدرتی نیست. ارتش صحیح سالم دست نخورده، ژاندارم ملی صحیح سالم دست نخورده، در پادگان ها و در پایگاه ها و پاسگاه های خودشون هستند. و الان دولت موقت که ساز و کار قانونی را در دست گرفته، شرایط اضطراری را در دست دارد، دولت موقت اداره کشور رو در دست داره. یک ثانیه خلأ قدرت ایجاد نشده. توجه می فرمید. چرا این خلأ قدرت مهمه؟ چون بعدن اینها خلأ قدرت می سازند، اینها ایجاد خلأ قدرت می کنند. نه اینکه اینجا یک کیوس اتفاق افتاده، خلأ قدرت مطلقه و اوضاع از کنترل در رفته، همچین اتفاقی نیفتاده و این یه دروغ بزرگه. ما در دیبیت های قبلی
داشتیم دنبال این مطلب میگشتیم که آیا آیت الله خمینی رهبر کاریزماتیک انقلاب 57 است؟ من این رو تکرار میکنم. آیت الله خمینی در حکمی که به تشکیل شورای انقلاب میده در 18 دیماه اگر اشتباه نکنم سال 57 یا 20 دقیق یادم نیست، امکان میدم که 18 دیماه باشه. حالا شما این دیماهش رو مطمئن هستم اما دیتش نه. چه در اون حکمی که به فرمان به تشکیل شورای انقلاب میده، چه در حکمی که به آقای بازرگان میده، آقای خمینی به خاطر اینکه بگه که کیه و چه چیزی این قدرت رو به او میده که همچین فرمانی را صادر بکنه، تأسی میکند به آرایی که در پس نمایش مردم و حضور مردم با قید اکثریت قاطع به اتفاق، توجه داشته باشید، با قید اکثریت قاطع به اتفاق اومدن و این نمایندگی رو به خمینی دادن. خب پی بردن به این یک سری چیزها میخواد. شعارهایی که در این تظاهرات مطرح میشه: مرگ بر شاه، درود بر خمینی، مرگ بر سلطنت، درود بر ولایت فقیه. این شعارها رو ندارن، اما یک شعار دارن به نام استقلال، آزادی. اینم در بحبوحه بهمن. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. خب اینا بار معنایی داره. خب ما ادعا می کنیم که یک مردمی را در پس یک ایده انقلابی به خیابان کشیده ایم. خاطرتون باشه دهه 60 دهه انقلابات پایتخت های بزرگ جهان برتر و جهان سومه، اونجایی که پست مارکسیست ها دانشجویان نقشی می گیرند و می پاریس را درست می کنند. اونجاست که پست مارکسیست های مکتب فرانکفورت دارن جولان میدن مثل مارکوزه. دهه جنگ ویتنامه. دهه تریبونال سارتو برتراند راسل بر علیه جنایات جنگی ایالات متحده آمریکا در ویتنام. دهه انقلابات ضد استعماری کشورهای مختلف دنیا از قاره آمریکا تا آفریقا تا آسیا است. ادبیات چپ حاکم است بر جهان. دهه بیتلز، دهه پینک فلوید، دهه ادبیات چپ است و جنبش های ضد استعماری. دهه زدن امپریالیسم است و برخورد با امپریالیسم. میگویند آیت الله خمینی مردم را با این دستاویزها به انقلاب کشند. گفت شاه دست نشانده از نوکر اجانب است. قانون کپتالاسیون. وقتی میگه استقلال یعنی ایران مستقل نیست و مستعمر است. آزادی یعنی از ریوق بردگی به در می آید. جمهوری اسلامی یعنی این مردم می داند این جمهوری اسلامی، این یوتوپیا چه شکلی است. وقتی ما به مقوله استقلال و آزادی برمی گردیم، اون وقت بایستی هدف این انقلاب مقابله با نوکران و اربابان باشه. نوکران
امپریالیزم و ارباب امپریالیزم. خب مردمی که با این ایده به خیابان آمده میشناسه پایگاه های ارباب و نوکران رو، پایگاه شاه رو میدونه، نوکر شاهه، ارباب کی؟ آمریکا. حالا ما نوکر رو بیرون میندازیم، باید ارباب هم بیرون بندازیم. خب خمینی این کارو کرده دیگه، که اینا اومدن نوکر شاه رو گرفتن انداختن بیرون از مملکت. این کل سناریوه. حالا ما اینو بررسی میکنیم. خبرگزاری مهر یه مطلب به تاریخ، اگه اجازه بدید من از عینکم استفاده بکنم، از خبرگزاری مهر سپاه پاسداران مطلبی رو برای شما بخونم. خبرگزاری مهر 12 شهریور 1392، گزارش تحلیلی تاریخی مهر، چگونگی تسخیر سفارت آمریکا در 25 بهمن 57 توسط چریک های فدایی خلق، دستور امام برای خروج تسخیر کنندگان از سفارت توسط ابراهیم یزدی. خب این اون مطلب خبرگزاری مهر. حالا سال 92 خبرگزاری مهر سپاه پاسداران داره اینگونه نقل میکنه که اینا تا حالا خبر نداشتن که 25 یعنی این کادرهای خبری خبرگزاری مهر 25 بهمن 57 سفارت آمریکا تسخیر شده. و حالا اینها ناگهان پی میبرن توسط گزارش یک عکاس فرانسوی که آقا ایشون میگه که یه بار دیگه هم سفارت رو گرفتن، من نمیدونم کیا بودن ولی گرفتن. مطلب اینجاست و طولانی، من نمیخونم چون میخوام یک فکت دیگه ارائه بدم، بعد به این مطلب برمیگردم. در ادامه مطلب میگه که صبح روز 25 بهمن سال 57 یک گروه مسلح سازمان چریکای فدایی خلق ایران به سفارت آمریکا حمله کرد. ویلیام سالیوان سفیر وقت آمریکا با دولت موقت تماس گرفت، از آنها کمک خواست. ترس کارکنان سفارت از این واقعه موجب شد که آنها در اتاق گنبدی شکل مخابره خبر جمع شده و اقدام به از بین بردن اسناد موجود در سفارت کنند. برغم آنکه با این اقدام چریکای فدایی خلق سفارت از کنترل دیپلمات‌های آمریکایی خارج شد، اما دقایقی بعد و پس از آنکه خبر این حمله به گوش امام رسید، وی این اقدام را تایید نکرده و دستور دادن بلا فاصله مهاجمان از سفارت خارج شوند و برای این منظور ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت موظف شد تا به نمایندگی از دولتش به این تنش پایان دهد. پس از گذشت 2 ساعت نیروهای کمیته انقلاب به همراه یزدی وارد درگیری شده و موفق شدند چریکا را به ترک سفارت ترغیب کنند. به این ترتیب در ساعت 12 ظهر آن روز کنترل سفارت آمریکا به دست مقامات دولت موقت افتاد. همان روز روزنامه اطلاعات در صفحه اول خود اینگونه تیتر زد که سفارت آمریکا سقوط کرد و در زیر این تیتر نوشت سرانجام سفارت آمریکا
به تصرف ارتش انقلاب و چریکا درآمد. ارتش انقلاب و چریکا، توجه داشته باشید اینجا که مجبور میشه فکت سفارت رو، روزنامه اطلاعات رو بیاره، وقتی اینجا مجبور میشه فکت روزنامه اطلاعات رو بیاره، مجبور میشه از ارتش انقلاب صحبت کنه و چریکا، اما اینجا فقط میگن چریکا، خبرگزاری سپاه داره میگه اینو رو. اون ارتش انقلاب کیه؟ مجاهدین خلقه، نمیگه، ولی چون مجبوره که آرشیف شده روزنامه اطلاعات، مجبور این رو بگه. خب بعد میگه از این رو برای بررسی ابعاد این واقعی مهم تاریخ انقلاب با یعقوب توکلی محقق، مورخ، مدرس و کارشناس مسائل سیاسی به گفتگو نشستیم تا از چگونگی تسخیر لانه جاسوسی را برای اولین بار و توسط چریکای فدای خلق ایران و اینکه چرا امام خمینی تسخیر اول لانه جاسوسی را تایید نکرده اند، اما چند ماه بعد ضمن تایید تسخیر دوم لانه جاسوسی توسط دانشجویان آن را به انقلاب دوم جمهوری اسلامی تعبیر کردن مطلع شویم. حالا من کوتاه این مطلب رو گوشایش رو میخونم که بعد یک چیز دیگه رو پخش کنم. حالا خبرگزاری مهر میپرسه از آقای توکلی چگونه تسخیر سفارت آمریکا توسط چریکای فدایی خلق اتفاق افتاد. توکلی جواب میده که چریکای فدایی خلق بودند که تقریبا اواخر سال 57 وارد لانه جاسوسی شده و آنجا را گرفتند، اما به سرعت امام دستور داد که اینها را از سفارت بیرون کنند. در خاطرات آقای سالیوان اشاره شده که گروهی از چریکای فدای خلق ایران به سفارت حمله کرده و برای چند ساعت آنجا را در تصرف داشتند. بعد از اطلاع همون ماجرا رو تکرار میکنه. حالا این حرفای توکلی رو ما میذاریم، حرفای جالبی میزنه، اما قبل از اینکه توکلی حرفاش رو و سلیمی نمین رو بیاریم در مورد اینها صحبت بکنه، من یک مطلب دیگه رو برای شما مطرح بکنم. خب ما دیتاها رو مطرح کنیم، بعد من تحلیل خواهم کرد تا شما سوالات در ذهنتون پا بگیره. فکر میکنم اکثریت قریب به اتفاق مردم نمیدانند همچین اتفاقی افتاده. 25 بهمن 57 سفارت آمریکا رو تسخیر کردن. حالا گوش میدیم مصاحبه آقای حسین دهباشی با ابراهیم اسقرزاده، دانشجوی پیرو خط امام، اصلاح طلب امروزی. آقای اسقرزاده داره با حسین دهباشی در تاریخ شفایی مصاحبه میکنه. گوش بدیم این ماجرا رو. جامعه روحانیت مبارز رو پروانه براش بگیریم. من توی کمیته همین جهت روی استقلال شما در واقع برای جنبش دانشجویان بودید، ایشون هم به جهت روحانیت بود. اون اشتباه بود. من برداشت آیت الله مهدوی کردم، به خودشونم گفتم که اشتباهه. شما من جنبش دانشجویی که اون موقع خودتون رو مستقل میدونستین قائل بودین که لیست ندید، نماینده ندید. این انحصار طلبی تو ما بود که هم معتقد بودیم جنبشی و هم می‌خواستیم مثل حزب عمل کنیم. حرفای ما با مهندس بازرگان تو جلسه از این جنس هم بود، یعنی سیاست اقتصادی، سیاست‌هایی که برمیگشت به اینکه چگونه این انقلاب تثبیت میشه. شما طبیعتاً هم غالب‌تر بودین. خب امام خمینی از 15 خرداد این رو هی تکرار کرده بود که اینها انگلیس از امریکا بدتره، امریکا از شوروی بدتره، ولی بعد از انقلاب تبدیل امام خمینی از 15 خرداد میگه
هی تأکید کرده بود انگلیس از امریکا بدتره، امریکا از انگلیس بدتره، شوروی از اینا بدتره. خب یعنی این مردم ما، اینایی که خمینی آورده تو خیابون، همه میدونن ارباب شاه نوکر کیه. شما اینا مد نظر داشته باشید. این استراتژی شد نه شرقی و نه غربی. آیا اتفاقی که در روز 25 بهمن سال 57 رخ داد، یک عده‌ای به صورت مسلح رفتن داخل سفارت امریکا و امام خمینی دستور داد به دولت موقت که سریعا اینها رو بیرون بریزن؟ اتفاقا می‌خواستم همین رو بپرسم که در واقع اون چیزی که الان من احساس میکنم و خواهش میکنم من راهنمایی کنید، همه معیارهای دوگانه هست. 25 بهمن ماه سال 58، سه روز بعد از پیروزی انقلاب، بخشی از گروه های چپ و بخشی از مجاهدین میرن و سفارت امریکا رو میگیرن و امام بلافاصله دستور میده که این رفتار یک رفتار شایسته ای نیستش و اونها تخلیه میشن. با یک فاصله بعدتر از اون، در حالی که حکومت حالا از حالت نهضتی بیشتر به نهاد نزدیک شده، مستقرتر شده و رفتارهای انقلابی کمتر پذیرفته میشه، شما در شاهد مثل انقلاب از حالت نهضتی خارج شده و به نهاد شبیه شده. ایشون البته ظاهرا دارن با ما مزاح میکنن، ما که میدانیم اصلا دولت موقت که یک نهاده، شورای انقلاب که یک نهاده، در دی درست میشه، دولت موقت در بهمن 15 درست میشه با فرمان خمینی و از همون اول نهاده، نهضت نیست. ولی خب حالا تعقیب میکنیم. فرمایشات آقای حسین دهباشی، کارمند سپاه پاسداران بیت رهبری و اصغرزاده، دانشجو پیرو خط امام اصلاح طلب. سال فرمایشاتتون گفتیم که روزهای اول انقلاب بالاخره کشور صاحب نداره و یه سری از اعدام ها از سر بی‌صاحبیه نه از سر اراده، اما به هر حال خب اول انقلاب یه سری اعدام ها از سر بی‌صاحبیه نه از سر اراده. ارتش در پادگان ها سالم دست نخورده هست، نیروهای مسلح هستن، دولت موقت داره کار میکنه. ایشون داره میگه که اعدام هایی که شده اراده نبوده. خب حالا در سال 58 کشور بیشتر صاحب داشته تا در 13 آبان 58 تا 25 بهمن 57 که تازه سه روز از انقلاب گذشته، اما شما تدویشیم انقلاب دوم بشنه میگن معیارهای دوگانه بیشتر صاحب داشته. آقای حسین دهباشی، بهمن 57 کشور یه خمینی داره، یه شاه رئیس قانونی کشور رو داره، یک دولت بختیار داره، یک دولت موقت داره. اینجا صاحب بیشتره نه؟ صاحب خیلی بیشتره نه؟ حالا ادامه میدیم. شما میگی که اینجا صاحب بیشتر داره. ببین من یه چیزی برات بگم، چون اونا مجاهد بودن یا چپ بودن رفت بعد از سفارت آمریکا اخراج شدن، چون شما بچه های انقلابی بودیم نزدیک به روحانی تبدیلشون به قهرمان. خب اینجا حسین دهباشی برخلاف خبرگزاری مهر میگه که اینا مجاهدین هم توشون بودن. سوال میکنه از اصغرزاده، چون اونها مجاهدین و چپ بودن، شما حسودیتون شد اینا رو از سفارت انداختید بیرون؟ حالا اصغرزاده میخواد پاسخ بده. ایراد درسته ولی نمیخوام توجیه کنم، فقط یه نکته رو برات بگم. در 25 بهمن 57 اگه گوش میکردی تو خیابون صدای اسلحه گلوله این به اون میزد، این بی نظمی تو جامعه به هیچ وجه مشروعیت انقلاب رو زیر سوال نمیبرد. یعنی همه قبول داشتن که انقلاب انقلابه، اما با این وجود سفارت آمریکا رو وقتی میگیرن بیرونشون میکنن و بیرونشون میکنن. اما در 13 آبان 8 ماه بعدش توی همون خیابون صدای گلوله نمیاد، ولی شما احساس میکنید جامعه داره فرو میپاشه، حکومت داره فرو میپاشه، بی‌نظمی داره مملکت رو از پا در میاره. در حوصله شما نمیگید سوالی کردم. خب ما فکر میکردیم انقلاب داره از دست میره. این تصور، ببین تاریخ رو نمیشه پیش بین، یعنی الان نمیتونیم بگیم که واقعا اگر این کارو دانشجوها میکردن یا نمیکردن چه اتفاقی میافتاد.
در مورد این که اجازه بدید یک جور دیگه سوال بکنم. شما که 25 بهمن رو به دقت و با هوشیاری کامل شاهدش بودید به عنوان یک فعال دانشجویی که اون برخورد باهاش شد و سفارت آمریکا رو پس گرفتن، 8 ماه بعد وقتی اون رفتار رو دیده بودید احساس نمی کردید که با ما هم همین برخورد میشه و امکان داره انقلاب فرو بپاشه؟ نه، امکان داره که بدتر بشه، با شما برخوردی بشه که برای چی رفتین گرفتین؟ میگه یه بار نرفتن بودن گرفته بودن بیرونشون کردیم، شما که دیدین که امام مخالفه. نمیدونم چی باید برای تو بگم که راضیت بکنن. توی آبان وقتی شاه رو پذیرفت امریکا احساس تغییر کردیم، یعنی بد احساسی بود، فکر کردیم توهین شده به کل انقلاب. درسته ما حالا توجیه میکنیم، میگیم آره شاه رو وقتی امریکا برد اونجا برای اینکه جنرال های خودش رو سازماندهی کنه تصور ما کودتا بود و فلان، اما واقعیتش و بیش از هر چیزی در 13 آبان 58 وقتی که ما تصور میکردیم بعد از 28 مرداد 32 امریکا شاه رو تبدیل کرده به یک دیکتاتور و خودش اینو کرده جاندار به منطقه، احساس میکردیم حالا که شاه رو مرده داخل امریکا و به او پذیرش داده بدون اینکه اجازه بگیره از نیروهای انقلابی و بعد دولت موقت، خود آقای مهندس بازرگان تو الجزیره با برژینسکی ملاقات کرده و بعد این ملاقات رو پنهان کردن، این پنهان سازی رو احساس میکردیم له شدیم، احساس میکردیم خورد. خب این توجیهاتی رو که آقای اصغرزاده میاره احیانا داره درباره صنف دانشجویان پیرو خمینی صحبت میکنه. احساس میکردیم احساس اصغرزاده احساس تمام مردم نیست، ولی هی سعی میکنه احساس خودش رو به تمام مردم ایران تعمیم بده. بعد در همین گزارش ما پی خواهیم برد که دانشگاهی که احیانا ایشون جزء صنف دانشجویان پیرو خط خمینیه در تسخیر مجاهدین خلق و چریکای فداییه، حتی اینها در دانشگاه در اقلیتن که حالا داره این احساس خودش رو به تمام مردم ایران میده. توجه داشته باشید به این نکات، چون حرفا که زیاد میشه ما فراموش میکنیم طرف قبلتر چی گفت. شدیم یک نسلی که اون همه عظمت انقلاب پشتش بود و مدافع انقلاب بود و بعد تحمل کرد و دولت موقت رو که این انقلاب تثبیت بشه، یهویی شرایطی برامون اتفاق افتاد که فکر میکردیم خیلی داریم سیلی بد جوری داریم میخوریم. این تحقیر شدن، اون کابوس ناخودآگاهی که توی نسل من خوابیده بود و ما هر 16 آذر یعنی این که دانشجوی کشته شده بودن که در قربانی ورود نیکسون شد، نیکسونی که کودتا کرد، کشوری که حامی مثلا شاه بود و دولت ملی دکتر مصدق. اجازه بدید اینجا بگم خدمتتون. ببینید اتفاقی که در 13 آبان 58 افتاد، من به عنوان کودک شاهد ماجرا بودم، میخوام انصاف به خرج بدم. خب اینجا آقای دهباشی ورود میکنه به تاریخ شفاهی و میخواد به عنوان یک انسان که از خانواده خودش داره خرج میکنه و ما احیانا اینها رو بایستی به عنوان فکت‌های تاریخی قبول بکنیم. ایشان داره خانواده خودش رو به عنوان یک فکت از تمامی مردم ایران، چون نه انقلابی بودن نه خمینی باز بودن، مطرح میکنه که ما این رو تعمیم بدیم به کل جامعه ایران. خب این بسیار حرکت زیرکانه است در فریب ذهن مخاطب. ایشون از یک جزء کوچک خانوادشه به کل جمعیت ایران میرسه که اینا حتی اگر هم طرفدار خمینی نیستند، انقلابی هم نیستند، در روند نمایش های خیابانی موافقند، با اعدام ها موافقند. چرا این حرف رو میزنه؟ به خاطر اینکه وقت ما بر نگردیم بگیم که شما یه عده 4 تا دانشجوی پیرو خط امام تمام مردم جامعه نبودید، شما در دانشگاه هم در اقلیت بودید. خب
حالا ادامه میدیم. داره حرف میزنه. ده باشیم. یعنی که دقیقا آن چیزی بود که جامعه ایران میخواست. خانواده من به عنوانی خانواده ای که پیشینه انقلابی اصلا نداشت بسیار خوشحال بود از اینکه این اتفاق افتاده. من حتی میخوام این انصاف بدم که در مقابل اعدام ها هم کسی ناراحت نبود. حتی خانواده های انقلابی، خانواده های غیر انقلابی، من بابت این تبلیغ انقلابی هم احساس میکردن که با این اتفاق بیفته حکومت قبلی هست، ما نگران کودتا هستیم و باید نظامی ها حذف بشوند. و صرف نظر از موضعی که حضرت امام گرفتن در تایید انقلابیونی که شما بودیم برفتن سفارت امریکا رو گرفتیم، من یادم هست این موج‌های عظیم استقبال عمومی انسانی. خب پشت بند این که دوباره بخواد اثبات بکنه که این حرکت حرکت مردمیه، میگه موج‌های عظیم انسانی که در حمایت شما، من شاهد اینی بودم، بچه بودم، میومدن دم سفارت. خب ما تا حالا به این نتیجه میرسیم که مردم ایران در پس شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی احیانا استعمار ستیز، استکبار ستیزن و برای تحقق این آرمان به خیابان آمدن. بزرگ ارتشداران، شاهنشاه آریامهر، محمد رضای پهلوی رو نوکر آمریکا میدانن، از مملکت بیرون انداختن، حالا نوبت اربابشونه. اصلا در اصل تو بایستی ارباب رو بیرون بندازیم. به همین خاطر این مردم همیشه در صحنه میان تو خیابان حمایت میکنند از این کار. شما این رو در نظر داشته باشید. ما به ایرادات اینجاها برمیگردیم. اجازه بدید تموم شه. خب یک سری حرفا زد، ما حالمون بد بود، شاه رفت آمریکا، گفتیم ما رو کودتای 32 خورد، 28 مرداد 1332 تکرار میشه، این اتفاق میفته و ما خیلی عصبانی شدیم. این کلن داره خیلی چیزها رو زیر سوال میبره. برمیگردم به خاطر که تمام بحثا رو هم تلمبار بشه که من بتونم اون نتیجه قطعی رو ازش بگیرم و شما هم به اون نتیجه برسید. این که می اومدن و شعار میدادن در مقابل سفارت و ما رو گروه گرفتن. آره، یعنی ما چون قرار بود بریم یه کار دانشجویی بکنیم و اصلا نه ادای تروریستانی میخواستیم نه ادای نیروهای. خب اینا بهش میرسیم. خب من میخوام خب اینجا یه تضاد دیگه. اصغر زاده که جزه گروگانگیرهای سفارت آمریکاست میگه بابا ما نه تروریست بودیم، ما قرار بود بریم یه نمایش دانشجویی بدیم. یعنی اینجا نه خمینی فرمان داده، نه ملت همیشه در صحنه برای در هم کوبیدن ارباب آمریکایی به میدان آمده، اینا رفتن یه نمایش دانشجویی بدن. حالا اینا رفتن کارا رو کردن، ملت همیشه در صحنه آمریکا ستیز اومده و دیگه نمیذاره اینا بیرون بیان. اینا الان گروگان مردمن. شما توجه داشته باشید این رو که بعدن سلیمی نمین و توکلی در خبرگزاری مهر سپاه پاسداران داستان رو کلن عوض میکنن. حالا این داشته باشید. اون تیکه رو که میگه توجه داشته باشید. ژنسکی ملاقات کرده و بعد این ملاقات رو پنهان کردن. این پنهان احساس میکردیم له شدیم، احساس میکردیم خورد شدیم. یک نسلی که اون همه عظمت انقلاب پشتش بود و مدافع انقلاب بود و بعد تحمل کرد و دولت موقت رو که این انقلاب تثبیت بشه، یه شرایطی برامون اتفاق افتاد که فکر میکردیم خیلی داریم سیلی بد جوری داریم میخوریم. این تحقیر شدن، اون کابوس ناخودآگاهی که توی نسل من خوابیده بود و ما هر 16 آذر، یعنی این که دانشجوی کشته شده بودن که در قربانی ورود نیکسون شده، نیکسونی که کودتا کرد، کشوری که حامی مثلا شاه بود و دولت ملی دکتر مصدق. اتفاقا اینجا بگم خدمتتون، ببینید اتفاقی که در 13 آبان 58 افتاد، من به عنوان کودک شاهد این ماجرا بودم، میخوام انصاف به خرج بدم و بگم که
دقیقاً آن چیزی بود که جامعه ایران میخواست. خانواده من به عنوان خانواده ای که پیشینه انقلابی اصلا نداشت بسیار خوشحال بود از اینکه این اتفاق افتاده. من حتی میخوام این انصافو بدم که در مقابل اعدام ها هم کسی ناراحت نبود. حتی خانواده های انقلابی، خانواده های غیر انقلابی هم احساس میکردن که باید این اتفاق بیفته. حکومت قبلی هست، ما نگران کودتا هستیم و باید نظامی ها حذف بشوند. و صرف نظر از موضعی که حضرت امام گرفتن در تایید انقلابیونی که شما بودیم برفتین سفارت امریکا رو گرفتین، من یادم هست این موج‌های عظیم استقبال عمومی انسانی که میومدن و شعار میدادن در مقابل سفارت و ما رو گرفتن. آره، یعنی ما چون قرار بود بریم یه کار دانشجویی بکنیم و اصلا نه ادای تروریستا رو می‌خواستیم نه ادای نیروهای خب اینا بهش می‌رسیم. خب من می‌خوام بگم که این کاری که شما انجام دادید مورد اقبال عمومی قرار گرفتش. دانشجوی خط امام افشا کن شعار عمومی بود، همه جامعه حتی کسانی که عرشبت که ته دلشون موافق هم نبودن در مقابل این اقبال عمومی و سراسری کل جامعه مجبور به سکوت شدن. در اینها من اصلا تردیدی ندارم، همه خوشحال شدن از اینکه همه یا بگیم که اون چیزی که دیده میشد اون اکثریت خوشحال شد. من اینجا اصلاح کنم همه رو، من میگم تمامی نهادهای مدنی، احزاب، گروه های مبارز و انقلابی و روشنفکران، نهضت آزادی در 15 آبان اطلاعیه داد. دقیقا اطلاعیه اولی که من نوشتم برای دانشجوی خط امام این بود که ما به عنوان اعتراض اینجا رو گرفتیم. اطلاعیه نهضت آزادی بود که این مبارزه ضد امریکایی باید تعمیق شود. دقیقا و باید ریشه های امپریالیسم در کشور خشکانده شود. بله، بنابراین شما جایی رسوندید که آقای مهندس صحابی از مهندس بازرگان عبور کرده بود و بخشی از نهضت آزادی انشعاب کرد. خب اما اجازه بدید، این زمین هست. خب اما یه سوال بکنم، نمیدونم چون این ماجرا واقعا امروز داریم در پس این همه سالها رو میپرسیم از شما، صرف نظر از این اقبال عمومی، این نکته که شما فرمایید که جامعه یک لحظه احساس تأخیر کرد، جامعه شاید احساس میکرد که نیاز به یک خون جدید داره، نیاز به این قلب، نیاز به یک تپش جدید داره، نیاز به یک شوک جدید داره، اما این هم بود که احساس میکردید که در تابستان آن سال وقتی که رفتید اون اردوهای جهادی بود، دانشجوها رفتن و برگشتن دیدن که دانشگاه افتاده دست چپ‌ها، دانشگاه افتاده سمت مجاهدین و از جریان رهبری موج. خب شما رفتید اومدید دیدید دانشگاه دست شما نیست، شما که الان شدید تمام مردم ایران، توی میگفتی دغدغه داشتیم، انقلاب میبردن، میخواستین هی تعمیم بدی به مردم ایران. اینجا حسین دهباشی بهت میگه شما دانشگاه رو از دست دادید، چریکا و مجاهدین دانشگاه در دستشون بود. خب آقای اسخرزاده ادامه میدیم. لقبیت و رادیکالیست جا افتادید و حالا برای اینکه دوباره سوار شید احساس میکردید که باید یک ضربه اینطوری بزنید، یا احساس میکردید که برای اینکه مهندس بازرگان رو چپش بکنیم نیاز به یک روش اینطوری داریم، چون در مقابل استعفاهای قبلی امام نپذیرفته و حالا ضربه ای بزنیم که دیگه نتونه استعفاشو قبول کنه؟ میتونه این انگیزه ها وجود داشته باشه، من نفی نمی کنم. ببین من نمی کنم چی داره این حال وجود داشته وجود نداشت، این علت بود یا بهانه بود؟ اگر ببین اینجا خیلی به هم نزدیکه، یعنی نمیتونم بگم واقعا اگر شاه رو نمی برد امریکا لان سفارت امریکا اشغال نمیشد، امکانش یه گروه دیگه این کارو بکنه، حتی گروهی با رفتار خشن‌تری حمله نظامی بکنه، با اسلحه امریکایی رو بکشه، به خاطر اینکه امریکا دائما تحمیل میکرد، کنگره امریکا اطلاعیه میداد، برخورد میکرد، حرف میزد، ولی انتقال شاه به امریکا اوج این تحقیر شدگی بود. این که آیا در کنار این عوامل دیگه زمینه ساز نبود؟ انتقال شاه به امریکا نبود، شاه به امریکا مسافرت کرد و برای پزشکی. ما تصورمون این بود، ما تصور نه خود امریکا هم چنین تصوری نداشتن، یعنی امریکایی‌ها سفارت امریکا تو اسنادشون هست که اگه شاه اجازه ورود بهش بدید اینجا باید اول ما رو نجات بدید، امکان داره. نه مخالف بودم اما خب همین خب این تناقض‌گویی‌ها چه چیزی رو به شما میگه؟ من برمیگردم به حرفایی که سایت مهر از قول توکلی داره میگه. میگه که وقتی یک عملیات میگه که
چرا امام تسخیر اول اعلانه جاسوسی را تعیین نکردند؟ اما بلا فاصله بعد از مطلع شدن از این ماجرا دستور خروج به تسخیر کنندگان دادند. مهر میپرسه، توکلی پاسخ میده. توکلی میگه که ابو مسلم خراسانی برای امام صادق نامه‌ای نوشت و گفت حاضرم با شما بیعت کنم. امام صادق در اتاق نشسته بودند که کوره‌ای از آتش در آن روشن بود. امام نامه را در آتش انداخت و بلا فاصله آن را روی دست خود نگه داشت. من عذر میخوام. قاصد ابو مسلم خطاب به امام صادق گفت پاسخ شما چیست؟ امام فرمودند پاسخ من همین است. به ابو مسلم بگو تو نه آدم من هستی، نه در راه من، نه برای من هستی. وقتی یک عملیات از سوی کسی که آدم شما نیست و تعلقی به شما ندارد انجام می شود، نشان می دهد که او فقط می خواهد موجی ایجاد کرده و خود از آن موج بهره بگیرد. در زمانی که انقلاب نوپا بود، این اقدام باعث می شد که در مسیر انقلاب بحران ایجاد شود، چنان که اقدام سازمان چریک‌های فدایی خلق برای قدرت بخشیدن به سازمان چریک‌ها بود. ممکن نبود چریک فدایی خلق که در کردستان علیه نیروهای ما می جنگید و قاعده ترکمن صحرا را برای تجزیه کشور ایجاد می کردند بخواهند سفارت آمریکا را در مسیر انقلاب تسخیر کنند. داره دروغ میگه. 25 بهمن چریکای فدایی چه میکنند؟ قائله ترکمن صحرا به این چه ربطی داره؟ الان کردستان الان چه ربطی داره؟ 25 بهمن 57 سه روز بعد از اعلام بیطرفی ارتشه. داره دروغ میگه. خب حالا ادامه میدیم. قطعا این اقدامات در مسیر منافع انقلاب نبود و این هوشمندی امام خمینی که اجازه ندادند هر کسی کشور را به سمت بحران ببرد. سازمان چریکای فدای خلق در آن زمان حتی مسئله ارتش خلقی را مطرح کرده بود تا ارتش منحل شود و به واسطه ارتش خلقی کشور اداره شود. اما این ارتش خلقی که آنها ادعا می کردن به این معنی بود که ارتش و نظام کشور به دست چریک های خلق بیفتد. وقتی شاخه نظامی یک کشور به دست افراد این چنینی می افتاد، در کشور بحران آفرینی می شود. به همین خاطر هرچقدر تلاش کردند، امام زیر بار منحل کردن ارتش نرفت. این نشان دهنده هوشمندی امام در تشخیص مسائل بود که کاملا هم درست است. خب توکلی بونش این بود که خب اگه چریک های فدایی می گرفتن، اینا در مسیر موج سواری برای خودشون از این استفاده می کردن. چریک های فدایی در قاله ترکمن و کردستان هم دیدیم که منافع خودشون رو تعقیب می کنن. و با مثالی که از امام صادق آورد گفت و ابو مسلم نه آدم منی، نه برای منی، نه در مسیر منی. رضا خمینی گفت که اینا در مسیر من نیستن و تسخیر رانه جاسوسی را مشروع ندانست و اینا را درآورد. خب اینجا الان سوالات بزرگی مطرح میشه که من در آینده در ادامه خوندن این مطلب بهش میپردازم. این برای ذهن من و شماهایی که مخاطب این نوع گفته ها هستیم حداقل این قیاس رو درست میکنه که خب راست میگه. به قولی دیگه که برای من نجوشه، میخوام سر سگ توش بجوشه. سفارت آمریکا رو خمینی که اشغال نکرده، مجاهدین خلق و چریکا کردن. خمینی بایستی تخلیه میکرد به اینها تا خودش بره در 13 آبان 58 تسخیر کنه که کردیتش مال خودش باشه. خیلی چیز خوبیه. راست میگه. میدونید ایراد کار کجاست؟ ایراد کار در محتوای انقلابه، نه در این منفعتگرایی.
ما حالا بایستی عینکامون رو عوض کنیم، سوال رو اینگونه مطرح کنیم: اگر آیت الله خمینی رهبر انقلاب ضد استعماری مردم ایران بر علیه رژیم دست نشانده پهلوی هستند، بایستی از صبح اعلام بیطرفی ارتش از تمامی نهادها، از تمامی هیکلها و نمادهای استعمار عبور می کردند. خب شما می بینید اینجا مردم غائبند، مردمی نیست، همون مردم همیشه در صحنه‌ای که شعار میده در خیابون احیانا انقلاب کرده اینجا نیست که بره نمادهایی رو بزنه. چرا؟ این مردم اگه آگاه نیستند؟ مگر این مردم رو خمینی انقلابی نکرده؟ مگر این مردم نیستن که متنفرن از ارباب آمریکایی و کپیتالیسیون و شاه دست نشانده؟ و مگر اینا نیستن که شیعیان حسینند و انقلاب مهدی میخواهند و با امپریالیزم خمینی که ساخت خوششون میاد و در افتادن؟ حالا خمینی به عنوان رهبری که این ذهنیت رو در ذهن مردم ساخته چگونه میتواند جلو مردمی را بگیرد که تعقیب ایده های او را میکنند؟ چگونه خمینی میتواند برخلاف ادعای خود رفتار بکند و مردم با خمینی برخورد نکنند؟ چگونه خمینی به خودش جرأت میده به مردمی که گفته با استعمار در بیفتید و این مردم رفتن با ارباب استعمار که آمریکایی است، که آمریکاست، در افتادن؟ حالا خمینی میگه غلط کردید، در افتادید. مگه میشه همچی چیزی؟ مگر امکان دارد همچین کاری بکنن؟ مثل اینی که خامنه ای رهبر جمهوری اسلامیه، فردا ریشاشو ستیغه کنه، در تلویزیون ملی صدا و سیمای جمهوری اسلامی بابا کرم برقصه، بعد احیانا چهار تا پاسدار از این خامنه ای نمیپرسن: خامنه ای، تو که گفتی ما مسلمان شیعه ایم و تو ولی مسلمینی و این رفتاره چی داری میکنی؟ ریشو چرا زدی؟ چرا غیر میدی تو تلویزیون؟ خب خامنه ای حتما جرأت نمیکنه این کار رو بکنه. خامنه ای حتما جرأت نمیکنه عمامش رو برداره، کچوال تنش کنه. چون رهبریتش رو از دست میده. خمینی ادعا میکنه رهبر یک انقلاب، او این انقلاب را به وجود آورده است. اصغرزاده میگه ما از 42 حرفای خمینی که میگفت آمریکا از انگلیس بدتره، انگلیس از آمریکا بدتره، شوروی از همشون بدتره، باش برخورد کردیم و اینو میدونستیم. شما انقلاب کردی که آمریکا و امپریالیسم رو باش مقابله بکنی. خمینی چطور جرأت میکنی در مقابل آمریکا ستیزی بیستی؟ چطور این کار رو میتونی بکنی و آب از آب تکون نمیخوره؟ دولت موقت تو میره، نیروهای مسلح رو که سفارت رو گرفتن و اقدام غیر قانونی کردن رو بیرون میکنه، ولی چه کار میکنه؟ اینا رو دستگیر میکنه. مگه تو نمیگی اینا مجرمن؟ چرا دستگیر نمیکنی؟ توکلی در پایان میگه اینا نیروهای شوروی بودند. اینکه بدتر شد که شوروی الان نیرو مسلح هم داره. چطوری شما با نیروهای مسلح شوروی برخورد نمی کنید؟ ببینید، تمام تلاش ما اینه ثابت بکنیم خمینی رهبر انقلاب نیست، انقلابی صورت نگرفته است، ایشون هم رهبر بلا منازع و کاریزماتیک نیست و این انقلاب اصلا محتوا نداره. دروغ دارن میگن. و این شعارهایی که بعدن تو دهن مردم انداختن شعارهای متأخره. پارادایم شیفت داره انجام میشه، پارادایم شیفت داره تکمیل میشه و پروسس رو دارن طی میکنند. توجه میفرمایید؟
اینجاست که خمینی نمیتونه ترمز مردم انقلابی باشه. خمینی نمیتونه مردمی رو که او انقلابی کرده است که از امپریالیزم عبور کند جلوشون رو بگیره. از رهبریت خودش کاسته میشه، لکی بر دامان رهبریتش میماند، مردم از او عبور میکنند. این نکته اول. پس این ثابت میکنه خمینی انقلاب محتوایی نداشته که احیانا مردمانی در تعقیب ایدش در خیابان انقلاب کرده باشند، محمد رضا پهلوی را زمین زده باشند. حالا نوبت آمریکا که میشه، چون خمینی طرفداری نداره که بره سفارت رو بگیره، چریک های فدایی و مجاهدین خلق این کار رو کردن. و چریک های فدایی و مجاهدین خلق یک گروه از مردمان این سرزمینند که احیانا از قبل با متون مارکسیستی آشنا هستند، لذا دوگانه سرمایه دار و پرولتر رو دارند، دوگانه امپریالیزم و سوسیالیزم رو دارند. لذا اونها مسیرشون مشخصه، امپریالیزم رو بایستی زد و میرن فوراً سفارت رو بعد 3 روز تسخیر میکنن. حالا سوال اینه، آقای خمینی، برادران سپاه پاسداران، بچه مذهبی های دروغگو که برای خودتون تاریخ میسازید، شماهایی که موجودیت سپاه نداشتید بعد میگید موجودیت داشتیم اول انقلاب، شما کمیته های انقلاب بودید؟ یعنی از همون دار دسته قصابی بودید که رفتید با ابراهیم یزدی بچه های چریک و مجاهدین رو از سفارت اخراج کردید؟ بچه های نهضت حسینی، سربازان مستضعفان جهان، انسان های انقلابی که هنوز موجودیت ندارید اما به دروغ میگید دارید. الان شما بایستی قبل از همه کسی 22 بهمن سفارت آمریکا را میگرفتید. چرا نگرفتید؟ کجاست این رادیکالیزم شیعی آرمانی مستضعفانتان؟ کجاست؟ چرا مجاهدین خلق و چریکا از شما سبقت میگیرن؟ برادران انقلابی سپاه پاسداران که دهباشی از این میپرسه، میگه شما سرخورده شده بودین، کم آورده بودین تو رادیکالیزم از چریکا و از مجاهدین، رفتید سفارت آمریکا رو گرفتید. نه، این دروغه. نه، ارباب آمریکایی این کریدیت رو به خمینی داد، گفت حالا بیا سفارت رو بگیر. نه، درسته. ببینید، ما بایستی محل نزاع رو مشخص بکنیم، مشخص بکنیم خمینی رهبر کاریزماتیک انقلابی است که مردمانی را با اندیشه های انقلابیش که در روزهای نزدیک به اعلام بیطرفی ارتش در شعار نشر ببخشید استقلال آزادی جمهوری اسلامی تعقیب بکنیم. یعنی مردم استعمار ستیزند، به دنبال استقلالند، کشور رو در استعمار میبینند. خب دست نشاندش که شاه، اربابش هم که آمریکاست. خب حالا مردم تونسته رژیم مستقر شاهنشاهی رو ازش عبور بکنه، نوبت اربابه. چرا مردم سراغ سفارت آمریکا نمیره؟ خمینی. خب مردم نمیره، بچه مذهبی های شیعه تربیت شده دست تو که اون شبکه بزرگ بچه مذهبی ساخته بودند، چه؟ اونها چه آرمان های تو رو چرا تعقیب نکردن؟ اونها قبل از همه برن سفارت رو بگیرند. مگه انقلاب نیست؟ این انقلاب دیگه، شما نمیگیم پارادایم شیفته،
شما نمیگید ارباب دارید، اربابی داره زمینه ها رو براتون آماده میکنه، شما چرا این کار رو نمی کنید؟ مگه الان نیست سپاه پاسداران یک کتاز میدانه و مستضعفان جهان رو میخواد نجات بده و گروه های پروکسی در همه دنیا درست میکنه و پشت مقاومت فلسطینی ایستاده؟ چرا سپاهی های اون موقع، بچه حزب اللهی های اون موقع، بچه شیعه های اون موقع که نوکران تو بودن از سفارت آمریکا عبور نکردن؟ همین آقایان سپاه پاسداران. چرا؟ چه چیزی رو زیر سوال میبره؟ عقل نداشتن؟ محتوای انقلابی نداشتن؟ از دل شیعه چیزی در نمیومد؟ واقعا موجودیت نداشتن؟ نداشتن دیگه، نه؟ اینا نبودند، نه موجودیت داشتند. اینا کی پیدا میشن؟ اون موقعی که تو ایجاد خلأ قدرت میکنی، یعنی نمایش خلأ قدرت میدی. بعد هر کسی رو از این محله های جوراباد و زوراباد و یافتاباد و تمام اینها جمع میکنی، مثل اینایی که تو این ماجراهای 88 میآوردی، از این محله ها پول میدادی، قمه دستشون میدادی. آره؟ اینا اون نیروهای انقلابی سپاه پاسدارانن که در دوم اردیبهشت 57 میساختیم. اینجا بررسی ما واقعه تسخیر سفارت آمریکا در 25 بهمن 57 به شما ثابت میکنه. یکی دیگر از اون فکت هاست که به شما ثابت میکنه که خمینی رهبر نیست، این انقلاب نیست، مردم هیچ ایده انقلابی ندارند، مردم هیچ محتوای انقلابی ندارند و این نمایش های خیابانی که برگزار شده است نمایش های ساخته شده است که از توده مردم هم استفاده کردن. شما همین حالا توی خیابونی معرکه بگیر، یه دعوا بگیر، هزاران نفر به تماشای این دعوا میپیونده، چه برسه به این که شما آغاز یک تجمع رو بکنی. هسته اولیه 100 نفر کافیه تا بتونه بعد از چند ساعت یک تظاهرات چندین هزار نفری رو نشون بده. این که از اراده نمیاد، این که از تعقل نمیاد. اون 100 نفر رو کی تو خیابان میاره؟ کیان اون 100 نفر؟ این 100 نفر الان چرا تو تسخیر لانه جاسوسی حضور ندارن؟ چرا همین 100 نفر مردم رو به طرف سفارت آمریکا نمیبرند؟ کیان اونایی که در 13 آبان جمعیتی رو جمع میکنن در سفارت میبرند؟ اینجا انقلابی بودن خمینی زیر سوال بزرگیه. نیروهای انقلابی بچه شیعه که ادعا میکنن بودن و امروز به نام بچه شیعه بودن و مذهبی بودن این مملکت رو چاپیدن، خودشون و پدرانشون کجا اینجا حضور ندارن؟ چرا حضور ندارن؟ که بعدن شروع میکنن به این شامورتی بازی ها. گزارش توکلی و سلیمی نمین بسیار متفاوت است با گزارشی که حسین دهباشی و ابراهیم اصغرزاده از داستان میدن. حالا ما ادامه میدیم فرمایشات آقای توکلی. بعد در نظر داشته باشید توکلی میگه که مجاهدی چریکای فدایی میگفتن ارتش رو بایستی منحل کرد و ارتش خلقی ساخت. یادتون نره اینجا گفت که ارتش انقلاب، روزنامه اطلاعات تیتر زد که ارتش انقلاب که مجاهدین خلق باشه، به خودش میگه ارتش انقلاب و هیچ کدوم از اینها انقلاب نیست و یک پارادایم شیفته. حالا چریکای فدایی هم گفتن ارتش بسازیم. خمینی چرا منحل نمی کنه ارتش رو؟ بخاطر اینکه قدرتش رو نداره. بعد خمینی مجبور میشه چه کار بکنه با ارتش؟ این برمیگرده به ماجرای کودتای نوجه که من بهش میپردازم، به همینم میپردازم. خب نکته حائز اهمیتی که من دوباره تکرار میکنم اینه، ما نبایستی مسیری رو که اونها میخوان ما رو هدایت بکنن درش بیفتیم. حالا اون مسیری که میخوان ما رو هدایت بکنن اینه، سفارت رو گرفتن در مسیر خمینی، نبود به نفع خمینی تمام نمیشد، خمینی گفت نه تخلیه کنید،
بعد 13 آبان طرفداران خودش رو میفرسته. ما هم فکر میکنم منطقیه دیگه، طرف برای خودش میخواد. نه، این منطقی نیست. این برای یک رهبری که انقلاب ساخته است منطقی نیست، چون این رهبر برخلاف ایده انقلابی خودش داره رفتار میکنه با مردم خودش. رهبری که میگه شیطان بزرگ آمریکاست، بعدن رهبری که میگه من با امپریالیزم در افتادم، رهبری که میگه شاه نوکر و دست نشانده آمریکاست، رهبری که میگه بایستی استقلال باشد، آزادی باشد، ده جمهوری اسلامی اینها رو میاره، نبایستی هیچ مخالفتی در مقابل آمریکا ستیزی بکنه، چون تمام مشروعیت انقلابی خودش رو در منظر مردم از دست میده و این کار رو نمی کنه. این از بابت آقای خمینی. حالا ما برگردیم به این که خمینی از تسخیر 25 سفارت آمریکا خبر نداره. برگردیم به این که این تظاهرات رو عناصر خمینی راه میندازن، شاگردان خمینی، کسانی که خمینی اونها رو محتوای سیاسی داده تا به قیام رسانده، و بعد اینها میشن بچه انقلاب و بچه بسیجی و بچه کمیته‌ای و بچه سپاهی و خب این بچه های شیعه شیعه باز الان کجا هستن؟ چرا اینا سبقت نگرفتن از چریکا و مجاهدین؟ اگر اینا انقلابی بودن، اگر اینا محتوا داشتن، نه اگر اصلا وجود داشتن، کجان اینا؟ اگر اینا مزدور نیستن، مزدور دولت موقت نیستند که بعدن هم موجودیت قانونی ندارند، ولی از بودجه عمومی شروع به سازماندهی و کارمندگیری و مزدورگیری تحت نام سپاه پاسداران میکنن. بعد انقلابی بودن هم کاری نداره که ریشاتو نمیترشی، پیرنتو میندازی رو شلوارت، دوتا انگشتر عقیق در امامزاده میخری، هرچقدر قیافت کریهتر و دهاتیتر و زشتر سپاهیتر. درسته؟ کاری نداره که انقلابی بودن که محتوا نمیخواد، که عمل انقلابی نمیخواد، که تعقیب آرمان کردن بدون حقوق و مقام امکان نداره. ما آرمانهای انقلابیمون رو با حقوق و مزایا و امکانات مالی تعقیب میکنیم. شما کجای دنیا دیدید کسی آرمانش رو اگر نجات مستضعفان دنیا تعقیب کرده باشه با رتبه و پول و حقوق کارمندی و درجه سازمانی تعبیر کرده باشه؟ کجای دنیا دیدید به این میگن انقلابیگری؟ اگه تو کارمند دولتی، کارمند دولتی، تو بابت تعقیب آرمانت حقوق نمیگیری. آرمان زمانی مهمه و مردم برای آرمان تو احترام قائل میشن که تو این بهای تعقیب آرمانت رو از مردم نخوای، یه ایثاری در تو بوده باشه برای تعقیب این آرمان که خیر عمومی را در پی دارد. تو که کارمند سپاهی با بودجه 120 میلیونی درست میشی در 2 اردیبهشت 58، دیگه داری کدوم آرمان رو تعقیب میکنی؟ تو اونجاهایی که بایستی گذر بکنی از ارباب آمریکایی چرا حضور نداری؟ چرا بعد تمام اینها رو کپی میکنی؟ تو دوگانه استکبار، مستضعف و مستکبر رو نداری در این مقطع؟ بعد به تقلید مجاهدین خلق و به تقلید چریکای فدای اینها رو میسازی؟ خب این نشون میده این انقلاب نیست، یه پارادایم شیفته. بعد یه عده رو با خودتون هماهنگ کردید که نشون بدید انقلابه، همون کاری که خامنه‌ای داره میکنه. چون مردم نیست، حالا دهباشی میگه من خانواده خودم چون انقلابی نبوده، مردمم دیگه مثل خانواده من بوده.
تو اینجا مردم نیست، تو بایستی یه نمونه از این مردم بدی. کیه مردم؟ مجاهدین خلق جز مردمن، اونایی که در اجتماعات سخنرانی های موسای خیابانی و مسعود رجوی جمع شدن احیانا جز مردمن. فراخان 400-500 هزار نفری فدایان خلق، اونا مردمن. یا یواش یواش این شمایی که با ایجاد این فضا یه مردمی هم میسازی برای خودت. بعد چطوری از قرزاده میگه که ما تو اون موقع احساس میکردیم انقلاب از دست رفته؟ مگه انقلاب چه بود که از دست رفته بود؟ از قرزاده این انقلاب، این کار رو شما باید همون روز اول میکردید. 13 آبان تو خیابونا گلوله نبود، سکوت بود، ولی ما بیشتر از همیشه فکر میکردیم انقلاب از دست رفت. چرا فکر میکردی دولت موقت هست، شورای انقلاب هست، خمینی رهبر فرزانه هست، ارتش در پادگان ها هست؟ چرا تو فکر کردی انقلاب داره از بین میره؟ چرا تو 25 بهمن فکر نکردی که باید بری سفارت آمریکا رو بگیری؟ چون تو وجود نداشتی، چون تو نبودی، چون شماها بعدن متأخر همتون در صحنه ظاهر میشید. ترس شاه دیگه نیست، ارتش اعلام بی‌طرفی کرده، دولت موقت ارباب آمریکایی پارادایم شیفت کرده، دیگه نمیترسید. 17 بهمن دولت بختیار ساواک رو منحل میکنه، زمانی که دولت موقتتون هست. ولی این بختیار که ساواک رو منحل میکنه با تایید شاه، نه شما یه انقلابی از ساواک گذر کرده باشی. کجا شما از ساواک گذر کردید؟ خب ما با استفاده از این مقطع برگی دیگر از شامورتیبازی ها و شارلاتانی های جمهوری نامشروع غیر قانونی اسلامی، سپاه پاسداران ناموجود قانونی و نامشروع انقلابی را برداشتیم. حالا اینها باید بیان پاسخ بدن یک رهبر انقلابی که مردمی را در بردگانه امپریالیزم و مستضعف، استکبار و استضعاف هدایت کرده، چگونه جرأت میکنه جلوی موج استکبار ستیزی مردم را بگیرد؟ اونم در مقطعی که هیچ قدرتی نداره، هیچ تثبیتی هم نکرده، هیچ نهادی هم نداره تثبیتش کرده باشن. تمامیت این قدرت از ذهنیتی است که مردم از خیرخواهی این آقا دارن. چطور جرأت میکنم چی کاری بکنه؟ این دو حالت داره: یا مردمی موجود نیست و ارباب کسی دیگری است و خمینی با پشتگرمی این ارباب داره این فرمان رو میده، یا خمینی یه قمارباز احمقه که خطرات این موضوع رو بررسی نکرد و همچین دستوری داد. اما سپاه پاسداران، اینا ادعا میکنن ما از همون اوائل بودیم، در شکل گیری این تظاهرات ها بودیم، در هدایت مردم و آوردن مردم در خیابان ها بودیم. سوال: شما اگر خمینی اینگونه اینسپایرتون کرده بود، الهام بخشی بهتون کرده بود که بایستی با آمریکا بجنگید و شاه نوکر آمریکاست، بایستی همون موقعی که فرصتش مهیا میشد سفارت آمریکا را تسخیر میکردید، سفارت شوروی را تسخیر میکردید. شما ادعا میکنید چریکای فدایی بازوان شوروی بودن، چه فرقی با شاه داشتن؟ همون روز اول تکلیف اینا را روشن میکردید. شما که اکثریت و اغلبیت مردم رو داشتی، خمینی میگه که اکثریت قاطع به اتفاق آراء مردم رو پشت سر داره. یه مشت بچه فدایی
به راحتی توسط این مردم شما خورده می شد. چرا این کار نکردید تا این مولود غیر قانونی نامشروع انقلابیت رو به نام سپاه پاسداران با پولهای مردمان این مملکت از کوره دهات‌ها و مناطق محروم و گتوها بیاری مسلح کنی به جون اینها بندازی؟ این نیرو رو نداری خمینی، تو نه مردم داری، نه مردمی پشت سرتن، نه مردمی با شعارهای تو به خیابان آمدن. یه توده سازی کردید، یک نمایش دادید، حالا هم هیچ کسی نه افکار تو رو میشناسه، نه میدونه برای چی تو خیابون اومده، نه میدونه چگونه گذار کنه، نه میدونه نمادها کجاست. اما یک عده مارکسیست که با ادبیات مارکسیستی آشنان تحت نفوذ جنبش‌های دانشجویان جهان هستند و کمپین چپ هستن و با اردوگاه چپ هستن، میدونن که بایستی برن حساب آمریکا رو مشخص بکنن و آمریکا ستیزی خودشون رو نشون بدن، مثل تمام مردم دنیایی که در مقابل آمریکا در جنگ ویتنام به خیابان آمد، مثل فرخزادی که در شو تلویزیونی ملی ایران از شهره پرسید در ویتنام چه خبر؟ خب چطوریه شما فیلم میسازید به خاطر اینکه تاریخ سازی بکنی جوجه شیعه هاتون تو مسجد نشستن، یه ملا داره اینها رو با اندیشه انقلابی آشنا میکنه، 25 بهمن شما غایبید نیستید، جوجه شیعه ها کجان الان؟ کجان؟ این جوجه شیعه هایی که انقلاب کردن کجان؟ چطور مجاهدین خلق از اینا سبقت میگیره؟ چطور چریکای فدایی از اینا سبقت میگیرن؟ در امپریالیزم ستیزی؟ این اگه سوال میشه برای شما پاسخ اینه: خمینی نه مردم داره، نه مردمی انقلاب کرده، نه مردم میدونه از انقلاب چی میخواد. یه اجماعی رو درست کردن که ظاهر انقلاب به خودش بگیره ولی در اصل پارادایم شیفته. ارباب آمریکایی هم ارتش رو اخته کرده برای اینها تا اینها بتونن ساز و کار رو ایجاد بکنن. در دیبیت های بعدی من میپردازم به این که خلع قدرت رو خمینی درست میکنه در نقاطی که احتیاج به آشوب داره. من به شما گفتم هیچ خلع قدرتی ایجاد نمیشه، دولت اندر دولت هست. 22 بهمن اعلام می طرفی ارتش، فورا بازرگان کار میکنه، ارتش هم سر جشه. یعنی بازرگان هر جایی فرمان به ارتش بده، ارتش بایستی ورود بکنه، کافیه یه فرمان بده. خلع قدرت نیست، دروغ میگن. خلع قدرت رو بعدها میسازند، آشوب رو بعدها میسازند، درست میکنند. خب اینایی که بعدن درست میکنن که بعدن تو بتونی دستاویز داشته باشی، بهونه داشته باشی، نیرو مسلح بسازی، این نشان میده که تو قدرت نداری، قدرت میسازی با فضایی که یه ارباب برات مهیا میکنه. این آمریکاست که به تو میگه بیا سفارت رو بگیر، نه اندیشه های مشعشعانه ضد آمریکایی تو. به اینها برخواهیم گشت. مرسی، شبتون بخیر.